انگیزه، استعداد، تلاش و استمرار. چهار قانون طلایی که اگر بخواید یک فعالیتی رو شروع کنید حتما باید رعایتش کنید. این چهار نکته رو دوستان برای شروع کسب و کار و فعالیت اقتصادیتون باید مد نظرتون باشه. اگر انگیزه شروع یک کسب و کار رو نداشته باشید، بدون شک نمیتونید توی اون کسب و کار موفق باشید. و اگر استعدادی توی خودتون پیدا کردید در اون کسب و کار، حتما همون راه و روش رو ادامه بدید. اگر شما بخواید شروع یک کار و فعالیت جدید رو داشته باشید، حتما باید برای اون کار انگیزه لازم رو داشته باشید. انگیزه برای تغییر ایجاد کردن، انگیزه برای عوض شدن، انگیزه برای بهتر شدن زندگی، و اون انگیزه است که باعث میشه شما بتونید کسب و کار و حرفه خودتون رو انتخاب کنید. قانون دوم، استعدادتون رو دریابید. من و شما نمیتونیم از بدو تولدمون علامه دهر باشیم و همه چیز رو بلد باشیم. پس باید استعداد خودمون رو توی حوزه‌ای که بهش علاقه داریم کشفش کنیم. برای کشف استعدادتون توی حوزه‌ای که بهش علاقه داری و انگیزه اولیه هم داری، حتما باید مشغول به کار تو اون زمینه بشی. اصلا نگران اتلاف وقت توی این استعدادیابیتون نباشید. بالاخره باید یه تایمی رو بذارید تا اون استعداد خودتون رو و اون فیوریت های مهم زندگیتون رو کشفش کنید. رسیدیم به کشف استعداد. استعداد خودمون رو که کشف کردیم، مرحله بعدی چیه؟ توی هر زمینه‌ای که استعداد داشتید باید تلاش کنید تا در اون رسته بهترین اون حرفه بشید. پس نکته سومی که خیلی حائز اهمیته، تلاش و کوشش برای بهترین شدن در اون حوزه شروع فعالیتتون. و قانون چهارم طلایی شروع یک کار و تغییر ایجاد کردن توی زندگیتون، استمراره. خیلی ها رو دیدیم، هم شما هم من، شروع میکنن، استعدادشون رو کشف میکنن و انگیزه هم دارن برای تغییر زندگیشون، ولی استمرار لازم رو در کسب و کارشون، در اون حرفه‌ای که شروع کردن ندارن. من اگر میگم کسب و کار، چون من تو حوزه بخش خصوصی فعالیت دارم، قرار نیست همه کار خصوصی داشته باشن، قرارم نیست همه کارمند باشن. اون استعدادیابی و اون کشف استعدادتون رو شما خودتون میتونید تشخیص بدید. شمایید که میتونید تشخیص بدید که من میتونم صاحب یک کسب و کار باشم، صاحب یک بیزینس باشم، و یا دوست دارم کارمندی از یک مجموعه و یا اداره بزرگ باشم. اگر استمرار کافی رو تو فعالیتتون نداشتید، شک نکنید که محکومید به فنا. استمرار داشتن یه بچه سمج رو میخواد. رابرت کیوساکی توی کتاب دانشکده کسب و کار خودش میگه اگر میخواین به موفقیت دست پیدا کنید، مثل یک بچه کوچیک که برای رسیدن به هدف خودش اول از پدر و مادرش درخواست میکنه، و اگر به هدف نرسید از مادر بزرگ و پدر بزرگش درخواست میکنه، و اگر از طریق اونها هم به هدف نرسید، از همه عوامل توی خونه استفاده میکنه تا بتونه به هدف نهایی خودش برسه. یه جنبندی کلی، انگیزه اول باید ایجاد بشه، استعداد شما کشف بشه، تلاش کنید برای رسیدن به بهترین هایی که توی اون حوزه استعداد دارید، و برای این تلاشتون باید استمرار داشته باشید. اگر استمرار نداشته باشید، به هیچ عنوان به نقطه موفقیت نمیرسید.